با اجرای طرح ضد استقرار مواضع راداری، موشکی و توپخانه‌ای، رزمایش سراسری مدافعان آسمان ولایت پایان یافت. رزمایشی که به تمام اهداف از پیش تعیین شده دست یافت. تست 3 سامانه موشکی ارتفاع متوسط رو داشتیم، از جمله قادر که 1 سامانه موشکی ارتفاع متوسط و متحرک و واکنش سریع هست. و استویس ما که 1 سامانه ارتفاع بلند راهبردی هست. یکی از بهترین تست هایی که از آماده ترین سیستم سامانه هایی که الان ما می توانیم در برد متوسط روش تکیه بکنیم و بهش اعتماد 100% داشته باشیم، چون بومی 100% هست، همین سامانه مرساد 2 هست که دیروز با موفقیت تمام در کمترین زمان ممکن هدف خودش رو ثابت کرد. و این هم پرتاب موشک شلمچه از سامانه کاملا ایرانی مرساد. تمام این 4 لایه آتش هوایی و شلیک هوایی بر علیه پهپادهای انجام شد که بدون سرنشین بودن. در این رزمایش همچنین دانشجویان جدیدی که پای به عرصه عملیات گذاشتند در صحنه رزمایش حضور داشتند، در تمام مدت رزمایش تطبیق دادند هر آنچه که در کلاس‌های آموزشی فرا گرفتند، هر آنچه که در اینجا دیدند، اتاق‌های فکر تشکیل دادند. از نقاط و مراحل پیشنهادی عزیزان هم برای رزمایش استفاده کردیم. در مانورهای مختلف هواپیما سطح مقطع‌های مختلفی به ما میده، موشک‌ها سطح مقطع رادری مختلفی به ما میده. چابکی، چالاکی و هوشمندی از مهمترین ویژگی‌های رزمایش بود. اون چی که در این رزمایش دستاورد و جنبندی کلی این رزمایش بزرگ، مشترک و سراسری بود، تعامل در شبکه یکپارچه پدافند هوایی کشور در رویارویی با نبردهای ناهمتراز بود. در بخش پهبادهای قرارگاه علاوه بر پهپادهای هدف، پهپادهای شناسایی و پهپادهای جنگ الکترونیک به وفور در این رزمایش که هم مربوط به قرارگاه پدافند هوایی و هم مربوط به نیروهای ارتش و سپاه بود شرکت داشتند.